سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در روزهای گذشته مسابقاتی در جای به نام قطر برگزار شده که من میترسم اسمشو بیارم چون شما کلافه میشید ذهنتون درگیر میشه جام جهانی چیزی که الان ایرانی ها رو دیگه شنیدنش خوشحال نمیکنه به شدت کلافه میکنه به خاطر اتفاقات تلخی که برای تیم ما رخ داد مونتا قبل از اینکه بازی ما و آمریکایی ها شروع بشه دروغ های عجیب و غریبی درباره ما گفتن دروغ های حیرت آور که حالا بخشش رو بریم با هم بررسی کنیم بخشش رو فارسی زبان ها گفتن بخش دیگرش رو عرب زبان ها گفتن مون تا یک وچه اشتراکی دارن هر دو تایی که درباره ما دروغ های عجیب گفتن سر در آخر سعودی دارن پولشون عربستان داره میده میخوایم بریم بخش از ویدیو ها رو ببینیم ببینیم که چیا قبل از این بازی درباره ما گفته شده اول ویدیو های مربوط به فارسی زبان ها رو میخوایم ببینیم در سعودی ترنشل ببینیم چه خبر بوده در این استادیو علیه مبد نکاتی دارم که مفصل خدمت خواهم کرد ببینیم ویدیو رو من مطمئنم همین هم از جو بپرسی از 26 تا بازی اون به حد تا 20 همین تفکر دارن که من شما گله شسیم شادی شجاعت ندارن بگم ما بشه بشن حق میدیم تحت فشارم خب بخش از این صحبت ها رو با هم دیگه گوش بدیم ببین یه جایی هست در یک استودیویی شما یه حرفی میزنی من میام میگم که در حالی که آقای فلانی یا خانم فلانی این حرف رو زده است در همون استودیو فرد دیگری مثلا فلان چیز را گفته شما میگی خب داداش هر کسی نظرش رو میتونه بگه دیگه اینکه فلانی یه چیزی گفته به اون ربطی نداره که اونو سننن اونم نظرش گفته اون نظرش گفته اینجا یک فرد در کمتر از یک هفته دو تا نظر متفاوت میده یک فرد در کمتر از دو هفته دو تا نظر متفاوت یه بار دیگه این صحبتش رو ببینیم بعد میخوایم بریم صحبتی چند روز قبلترش رو ببینیم ببینیم که همین مردک چند روز قبلتر چی میگفته ببینیم ویدیو رو مطمئنه همین الان از جون بپرسی از 26 تا بازیکن حداقل 20 تاشون همین تفکری دارن که من شما اینجا نشستیم شاید این شجاعت ندارن بگم ما بهشون حق میدیم تحت فشارم خیلی خوب بخشی از این صحبت ها خیلی واضح داره صحبت میکنه دیگه میگه تیم ملی ایران تحت فشاره به خاطر همین بازیکن شجاعتشون ندارن که با سراحت مثل ما رفتار بکنن بریم ادامه صحبت این فرد ببینیم اینو یادتون باشه این صحبتی که الان داریم پخش برای روزهای قبل‌تره ببینید ویدیو رو این بازیکن ها نشون دادن نه تعدید شدن نه کسی اینا تحت فشار گذید اون چیزایی که میان میگن اینا نمیدونم اجباری است اصلا به ای این, طور نیست به هیچ اونان چیزی اجباری نیست اینا خودشون میخوان اینطور حرف بزنن اینا خودشون میخوان این اکسان رو نشون بدن اینا فکر میکردن با. خیلی جلوتر از اینها انتخابشون رو کرد بله دقیقا و چیزی فهمی تو اون ویدیو قبلیه اومد گفتش که اینا رو تحت فشار قرار دادن که این کار رو بکنن این ویدیوی قبلی که پخش که گفت تحت فشارشون قرار دادن مربوط هست به روز بازی ویدیوی قبل ترش که مربوط هست به بعد از بازی ولز که ما بازی رو بردیم چی میگه میگه که اینا خودشون رفتاری کردن میدونید چرا این تناقض صورت میگیره علتش رو میدونید ببین بعد از بازی ولز اینا میخواستن یه کاری کنن مخاطبینشون برن حمله کنن به بازی تیم ملی حالا اگه من میخوام یه کار کنم که همه به شما مخاطبه من میخوام یه کار کنم که همهشون به شما الان بیام فش بدن چی کار میکنم میام میام که دیدی این وطن فروشی کرد یا فکر نکنی کسی بهش فشار آورده وطن بفروشا اینو خودش این رفتارا رو کرده شما چیکار میکنی شما اگر تحت تاثیر سودینت باشی اگه وطن پرستی باشی که تحت تاثیر تحلیلگری بعد از این حرف من میری حمله میکنی و این فلان فلان شده تو خودت موجود این شکلی هستی حالا سود انترنشنال. بریم سراغ این بعد از بازی ولزیران ایران برده اگر مخاطب سود اینترنشنال باشی او داره به تو میگه اینا خودشون این شکلی رفتار کردن کسی تهدیدشون نکرده تو چیکار میکنی تو گوشی رو برمیاری پیج اینستاگرام اگر داری جایی داری میری شروع کنی اینا فحش دادن پس من قبل از بازی آمریکا نیاز دارم که این بازیکن‌ها فحش بشنون به عنوان سود اینترنشنال باید چیکار کنم باید حرفایی بزنم که مخاطب من به این جمعی برسه که اینا خودشون به این نتیجه رسن که سرود ملی بخوانن از وطنشون دفاع کنن برای وطنشون گل بزنن وقتی مخاطب به این نتیجه رسید میره بهشون حمله میکنه دیگه فوششون میده حالا رسیدیم به بازی آمریکا ببرن یا ببازن دیگه تمومه دیگه به در ما نمیخورن بهشون هم حمله کنی به کار سودی ترشن نمیاد باید چیکار بکنم من باید حالا یه کار بکنم به سیستم حمله بشه دوباره مخاطب خودم رو ببرم تو همون موزه چیکار میکنم میگم سیستم اینها رو اگه امروز بازی نیا سرود ملی خونه به اینا ربطی نداره سیستم داره این کار میکنه حالا فوشو سیستم از بازیکن کشیر عقب چون دیگه به بازیکن حمله به بازیکن بهش کمکی نمیکنه بازی تموم شده چه تمرکزی میخوای ازش بگیر حالا اگه مثلا برد و رفت با هلند که دیگه یه فکر دیگه میکنیم درسته پس فهمید چی شد چرا داره دو تا تناقض به خرج میده با وجود میدونه که ما هممون میفهمیم تابلوه اون به این جمع نرسید که مخاطب احمقش حرفای ما رو نمیشنوه هیچ وقت حرف ما رو نمیشه به خاطر خیال راحت داره این تنو رو به میده این دروغا رو میگه اونجایی که میخواد مخاطبش حمله کنه به بازیکن ها میاد میگه نه نه خود بازیکن ها این شکلی رفتار کردن چند ساعت بعد از بازی ول زیاد رو میگفتن اونجایی که میخواد از بازیکن ها بره سراغ حاکمیت حاکمیت رو بره تحت شو حالا حرفو عوض کرده میگه نه نه این بازیکن نبودن تحت فشار قرار گرفتن ادامه رو ببینید نکاتی دارم که خدمت شما ارسام کرد این بازیکنان نشون دادن نه تعویض شدن اجازه بدید بخشو دیدیم بریم بعدی رو و چیزی که برای من مهمه من خبر موثق دارم از اردوی تیم ملی به یکی از بازیکنای تیم ملی آقای کیرو خیلی با مستبدانه گفته اگر ببینم یک استوری چیزی بذاری توی صفحه اجتماعی نمیخوام اسم بازیکنو بگم هم همونجایی که قبلا داشتیم ماشین میشستی خیلی خب بخش از این ساعته چقدر میتونه معقولانه باشه شما تیمت نیاز به تمرکز داره یه مربی هستی که نیاز به تمرکز داری و رفتی با بچه ها صحبت کردی حالا میبینی که بچه ها ما یک تیم متحد هستیم حلقه اتحاد بچه ها تشکیل بدین حلقه اتحاد تشکیل دادین حالا همه بازیکن دارن به تو مربی نگاه میکنن تو هم داری بهشون متحد چین حاشیه روزی که بعد یه دفعه توی جمعی که همه متحد شدن دارن به توی اگر ببینم واکنش بقیه چی خواهد بود آرامش خواهند داشت یا اونا میگن برو بابا فلان فلان شده حالا که اینجوری شد ما یه دونه پست میفرستیم کدومشه خیلی احمقان خیلی چیپه خیلی مثلا کودنانه است یعنی پیشورزش این است که یه مخاطب کودن جلوی سود نشان نشسته برای اون مخاطب کودن با اون سطح از درک و فهم و شعور داره سعی میکنه این دروغ رو بسازه اما حالا که اینها یک دروغی رو درباره تیم ملی و اردوگاه ما در قطر گفتن بسید من یه حقیقتی رو براتون بگم یکی از پیشکسوت تیم ملی ارتباطی با بازیکن ها میگیره با این پیشورز که این تیم بازیکن بعضیشون سنشون بالا به بازی های بعدی تیم ملی و احتمالا بازی جام جهانی نخواهند رسید پس میشه از ظرفیتشون استفاده کرد که اینا انتحاری بزنن یه مثال براتون بذارید بزنم توی یکی از ورزش رزمی اخیرا یک خانومی بلند شده رفته آبروریزی کرده علیه ایران رفتن برر... بررسی کردن دیدن که ایشون همه بازی های اخیرش رو باخته بوده و دیگه توان پیروزی هم نداشته به یه سنی هم رسیده که دیگه باید با ورزش خداحافظی کنه حریفای دیگری هم که در داخل ایران داره قوی هستن اونا راحت میتونن جاشو بگیرن یه نفری اومده نشسته باش صحبت کرده گفتی که این حرفا رو بزن در خصوص حاکمیت این روغن ریخته این بازیات که تموم شده و شکسته که دیگه در پیش نمیتونی ادامه بدی روغن ریخته رو نزد امامزاده کن که ما میگیم ماجرا رو ساده کن براتون این داستان رو میخواستم با تیم ملی ایران پیاده بکنم. یه یعنی سری حرفای رفتن به بعضی از بازیکن‌ها زدن مستقیم و غیر مستقیم. من امیدوارم به زودی رسانی بشه کامل‌تر در صحبت بکنیم. که این بازیکن ها وادار بشن رفتارهای عصبی به خرج بدن توی این بازی که خدا رو شکر نشد میدونی من چرا دارم رو این مانو میدم خودشون دارن این کارها رو علیه این تیم انجام میدن ولی به دروغ میان یه حرفای خنده‌دار میزنن سرمربی اومده گفته که یک بار دیگه ببینم از کدوم سوریا چرا قبل بازی مثلا این سرمربی که اینجوری میاد میگه یک بار دیگه اگر ببینم اینقدر خوب بلد اینا بترسونه چرا قبل بازی آلمان قبل از بازی انگلستان اینا یک بار دیگه ببینم سرود اگر ببینم نخونی دهنتون سرویسه چرا این نگفت مخاطب سر کار گذاشتن رسما مخاطب سر کار گذاشتن بریم فضای عرب زبان خب تو ایران دارن این دروغا رو در بین میگن بریم ببینیم تو فضای عرب زبان چی ها در گفتن الارهاب اونجا الفيديو رو بعد خدمت شما الرياضي مصطلح مو غريب على ايران خاصه لما نشوف و و اللي صار بيصير في الرياضه الايرانيه واللي كاس العالم يعني بيثبتوا اكثر واكثر الارهاب الرياضي حقيقي وبتمارس السلطات بحق رياضيين ما لهم علاقه بالسياسه بس مع ذلك مو قادرين طبعا يتخلصوا من ارهاب الحكومه الايرانيه فخلال مباراة إيران الأولى في كأس العالم امتنع لاعبين المنتخب من أداء النشيد الوطني والتزموا الصمت وهذا الشيء فسر الناس أنه تضامنا مع الاحتجاجات اللي بتشهدها إيران من 16 سبتمبر ولكن المشهد اختلف في المباراة يوم الجمعة اللاعبين تمتموا بكلمات النشيد الوطني والناس استغربت التغيير المفاجئ وردت الفعل على التغيير المفاجئ صوتين من برای ایران اصطلاحی ناآشنا نیست خصوصا با توجه به آنچه برای ورزش ایران اتفاق افتاده روبرو هستیم جام جهانی این حقیقت را پیش از پیش ثابت می کند تروریسم ورزشی حقیقتی است که حکومت علیه ورزشکارانی که ارتباطی با سیاست ندارند اعمال می کند. ورزشکارانی که ارتباطی با سیاست ندارن ورزشکارانی که قادر به خلاص جان از تروریسم رژیم نیستن بازیکنانی طی سابقه اول در جام جهانی با سکوت از خواندن سرود ملی پرهیز کردن برخی از این مردم این اقدام را اعلام همبستگی با اعتراضاتی دانستند که ایران از 16 سپتامبر شاهد آن بود ببین تا اینجا شو یه این نکته خدمت شما عرض کنم خیلی هوشمندانه اومدن فضا رو بر بازیکنان تیم شما سنگین کردند کیروش یه جایی مصاحبه که و گفته بود که من بعد از 40 سال اگه نتونم عملیات روانی رو پیروز بشم دیگه به اصطلاح خودم باید برم بمیرم دیگه این یه دونه رو من بلدم ببرم حالا تو هر چیزی بلد نباشه اینو بلدم و واقعا هم راست میگفت ببین اصلا شاکله این تیم اصلا شیرازه یه تیم اصلا پاشیده بود چرا چون کاربر مثل من و شما زندگی نمیکنه که اون فوتبالیست یا سلبریتی مثل من شما زندگی نمیکنه سلبریتی یا فوتبالیست تو جامعهش که قدم نمیتونه بزنه کجا تو شبکه اجتماعی شبکه اجتماعی گوشی رو برمی‌داره میگه او این کامنت ها چیه چقدر فوش به من دادن این دایرکت چی داره میگه خب یه حمله سایبری و کامنتی بیرحمانه علیه اینا شروع شد قبل از چه بازی قبل از بازی انگلستان اینا رفتن تو زمین بخونیم سرود و یعنی سرود بخونیم سرود اگه رفتیم خونیم دایرکت رو باز کردیم چی قراره ببینیم کامنت رو باز کردیم چی من خدمت شما قبلا نرسیدم ما متعصب تر در حوزه سرود ملی و مسائل ملی و چیزهای این شکلی متعصب تر از بازیکنهای والیبال نشسته نداریم نخوندن سرود ملی نخوندن یکی از این بازیکنها بعدش گفت آقا ترسیده بودیم حقیقتش ما ترسیده بودیم نخوندیم و راست هم گفت اینا ترسیده بودن سرود نخوندن دیگه آقا این فوتبالیستی که جای خود دارن ببین دا رفتن تیمو ترسوندن تمرکز ازش گرفتن تیم وحشت کرده بازیکن جورت نکرده ایفا نقش موثری داشته باشه تو زمین هم اومده متاسفانه بازی خوبی انجام نداده تو بازی اول حالا چی داره میگه میگه که اینها سکوت کردن تو بازی اول و این نوع اعلام همبستگی بوده با کسانی که در ایران اعتراضاتی داشتن یعنی تیمو به مهندسی شده تو رو وادار کردن سکوت بکنی حالا تو رسانه داره سکوت تو رو تعریف میکنه برای افکار عمومی الا حرفش درسته تو این کارا رو کردی تو به کشورت مثلا پشت کردی تو سرود تو نخوندی تو دهنکجی کردی به سرود ملی کشورت نه اصلا تو شاید داستان چیز دیگری بوده ترسیدی تو ترسیدی این کارو کن اون داره به شکل دیگری ماجرا رو وارونه میکنه بریم من شوینی میگه که اما در مسابقه روز جمعه همه چیز تفاوت داشت بازیکن سرود ملی خواندن عجیبه براشون یه عده تو دنیا پیداشون از سرود ملی خواندن عربستان میخونی یا نه آمریکا میخونی یا نه البته اینا خدمت شما عرض کنم اگر جهنمی که برای بچه های ما درست کردن برای هر کدوم از این تیمو درست میکردن بازیکنشون اصلا تو زمین نمیرفت که بخواد سرود ملی بخونه گوول کو ما اصلا نیستم بریم بخونیم اتنو. اما در مسابقه روز جمعه همه چیز تفاوت داشت بازیکنان سرود ملی رو خواندن و مردم از این تغییر ناگهانی متعجب شدند واکنش به این تغییر ناگهانی در لحظه ظاهر شدن و گریه های علنی برخی از مردم در میان تماشاچیها و خواندن سرود ملی دیده میشد حالا بریم ببینیم منظور چی از این قضیه ولی مردم ناراحت شدن از اینکه اینو سرود ملی خواندن مراجعه بکنید به فیلم ها و عکسایی که بعد از پیروزی ایران در مقابل ولز در رسانه‌های دنیا منتشر شد بریم ادامه گزارش خونی واکنش به این تغییر ناگهانی در لحظه های ظاهر شد و گریه های علنی برخی از مردم در میان تماشاگران هنگام سرود ملی دیده شد بين صوات بعد ما شو بشو خانك على التغيير المفاجاه هذه كانت حتى لحظيا فشوهد بكاء علني وعلى الشاشات لناس بين الجماهير لحظه ترتيد او ترديد المنتخب للنشيد وهذا التغيير عمل ضجه من الجمهور اللي وصل حد الرفض وتبعه بكاء علني وعلى الشاشات بسبب اداء الفريق للنشيد الوطني وبينما الشعب بيبكي داخل وخارج ايران تبينت الحقيقه سريعا فتضح انه لاعبين منتخب اتعرضوا للتهديد من قبل الدوله من اللي حيصير فيهم لما يرجعوا اذا ما تراجعوا عن موقفهم وغنوا النشيد فطبعا اضطروا يغنوا والفكره انا قلت لكم له... خلقوا بخش الصوتين فرد محمد ديميه كي بعد از ان اينا سرود خوندن خودشو سري توي چهره تماشاگرها نشون دادن شروع كردن گري كردن در حالي كه در داخل و خارج از ایران گریان بودن به سرعت حقیقت آشکار شد مشخص شد که بازیکنان تیم ملی از سوی حکومت تهدید شدند که اگر از تصمیم درباره نخواندن سرود عقب نشینی نکنید فلان اتفاق برای آنها هنگام بازیش به ایران خواهد افتاد و پس از آن مجبور به خواندن شدن جمهوری اسلامی بلند شد رفته گفته که 6 تا گل خوردید ای فلان فلان شده 6 تا گل خوردین دو تا هم بیشتر نتونستیم بزنید سرودم نخوندین عجب بی... هستی شما حالا که اینجوریه بازی دوم اگه سرود خوندیم و دو تا گل زدیم و پیروز اومدیم بیرون که هیچ اگر نیومدید ایران راتون نمیدم آقا آخه چرا مخاطب چقدر خره یعنی خداوکیلی مخاطب چقدر خره اینا رو میگی و اونم باور میکنن مثلا جمهوری بعد ببین تو به لحاظ روحی هیچ اثر روی بازیکن نذاشته بازیکن مثلا دو چهار تشویش نشده به خوش گفته که خیلی خوب حالا که من تحت فشارم هم سرود میخونم هم دو تا گل میزنم هم با پیروزی می چجوری ممکنه عزیز دل این چجوری ممکنه فقط در یه حالت ممکنه اونم اینه که مخاطب شما مخاطب احمقی باشد که اینا رو تو دیگه انقدر خر فرزشگری داری اینا رو به خوردش میدی ادامه رو ببینیم میگه که بعد از اینکه اینها رو به این شکل تهدید کرده اینا مجبور شدن سرود بخونن گفتیم که تروریسم ورزشی حکومت ایران موضوع جدیدی نیست داستان هایی که از سال 1998 و تقریبا 24 سال قبلتر شروع, شروع شده است اینجا یک گذاشته از نوید افکاری من نکته رو داخل پنتز خدمت شما عرض کنم اخیرا یک پستی رو کاربرهای شبکه اجتماعی سود اینترنشنال ها دارن در شبکه شمایی دست به دست میکنن توی این پست میگه که به عکس یک نفر اشاره میکنه یک جوان مشهدی روی صحبتون دارید مشاهده کنید میگه این نوید افکاری دوم است مراقب باشید کشته شود فیلمش منتشر شده ایشون با یک چاقو به شکل وحشتناک جلوی دوربین جلوی دوربین چند نفر رو به قتل بعد فرار میکنه تورا به هر کسی میرسه با چاقو میزنه عکس اونها توی دادگاه منتشر شده با چاقو به صورتشون ضربه زده خانواده اون کشته شده ها آمدن توی دادگاه این فرد نگاه کرده گفته من شرمندم از بابت غلط وظایفی که انجام دادم خانواده‌ای که ازادار کردم و نمیدونم چجوری باید جبرانش بکنم البته جبران که دیگه خب یه فاجعه رقم زده این فرد همه چیز روشن و مشخصه میگه یک نوید افکاری دو من حرفم اینه این نویل افکاری پس شما پذیرفتین که جنایت کرده بوده دیگه جنایت کرده بوده دیگه. تو داری میگه این نویل افکاری دوه همه بچه سود و من و تو و امثال اینها الان تو توییتر توی دارن همینو میگن پس و جنایت کرده بوده ولی یه سال این عکس چجوری رفته از فضای عرب زبان به خودمون سر در الان مثلا عرب زبان ها چجوری انقدر جزئیات درباره ایران میدونن این متنی که این داره می میخونه و این چیزی که داره به عنوان یک فارسی زبان نوشته اتاق فکر فارسی زبانی تشکیل شده است برای اینکه لجن هایی رو از ایران ببره به دروغ به فضای عرب زبان منتقل بکنه اونا بشن باور کنن اگه حکومت اینا 6 تا گل بازی اول خوردن حکومت گفته اگه گل خوردین اگه گل نزدین اگه سرود نخونید چه نمیکنم شما میگم اینا هم رفتن دنبالش متن فارسی زبان ها برای اینا نوشتن بریم ادامه رو هم ببینیم در ادامه صحبت های این فرد میگه که بعد از این بازی ها بود که به اینها گفتن که اگر پیروز نشیم بازگشتی برای اینان در کار نخواهد بود اینها مجبور شدن که بازی رو ببرن جالب اینجاست که مسابقه دو تیم این بار در قطر تکرار خواهد شد ببین نتیجه چه میشه آمریکا و ایران داره میگه میگه که آمریکا و ایران یه بار دیگه این داستان پیش اومده ایران بهشون گفته گفته که اگر این بازی رو شما نبرید توی این بازی معروفو داره میگه میگه ایرانیا حکومت بهشون گفته بود. نبرید ایران راتون نمیدم بعد اونجا استیلی و متی مهدوی که مجبور شدن ببرن که ایران راشون بدن و اینجا دوباره تکرار شده دو تا تیم دوباره خوردن به همدیگه باز حاکمیت اومده گفته که اگه نبری توی ایران راتون نمیرم من طول این ترش نمی کنم تو همینجا کافی باشه این کاریکاتور هایی که یارم برای شما میخوام واقعیته در جنگ رسانه علیه ایران انقدر وقیح شدن انقدر پس شدن و انقدر رزل شدن به این سراحت دارن علیه ما در فضای عرب زبان دروغ پراکنی میکنن در فضای فارس مشخص نیاز به توضیح بیشتر نداره فضای بیرحمانه رو دارید مشاهده میکنید اما ببین چقدر مخاطب احمق شده که انقدر راحت میگن و او میپذیره انقدر راحت میگن و او میپذیره طول انترش هم کنم این بخشی از جنگی بود که در کنار زمین علیه تیم ما اتفاق افتاده دیروز رفقای من ناراحت بودن من نتونستم سریح بگم تو کانال هم واکنشه خیلی تندی بود بعد از اینکه ایران باخت من اومدم گفتم که باید از این تیم حمایت کرد و خدا قوت بهشون گفت خیلی بعضی از دوستان حرفای تندی به ما زدن تو خودم کامنت هایی که میذاشتن که من به رفقام گفتم گفتم امشب بلاک نکنیم بهتره به خاطر اینکه بچه ها عصبی هن. ولی ببین من میخوام که شما کله خودتون رو قاضی کنید من با وطن فروشه کار ندارم با سود اینترنشنال هم کار ندارم حرفا با رفقایی که مثل من مسئله میفهمن یه تیمی رفت جلو انگلستان بازی کرد اومدید گفتید که به کوری چشمه وطن فروش ازش حمایت میکنیم درسته به اینکه سرود ملی نخونه خود شما شروع کردین رو فوش دادن. این گذشت توی بازی ولز خوب بنده خدا بازی کردن همتون شروع کردید هورا کشیدن بازی آمریکا رو باخت بازی تموم نشده بود هنوز بچه ها داشتن توی کامنت ها اینا رو فوش میدن ببین این کاری که داریم انجام میدیم به لحاظ یک انسان کار درستیه هیچ نقص به اصطلاح نقدی هم بهش وارد نیست چون اینکه انسان هستی داری حس مثبت و منفیت رو بروز میدی ولی به لحاظ مرامی حرکت قشنگی نیستا اینا رو وسط بازی آقا ولشو نکنید به این حالت حالا به هر شکلی مثبت بازی کرده منفی بازی کرده این تلاش کرد تایی داستان همین بود دیگه تایی داستان همین بود و حاشیه های عجیب و غریبی داشت اینا رو ما میبینیم یا نه بی از روز اول با تیم ما این کارها رو کردن این برای ما جام جهانی نبود من خدمت شما از این جنگ جهانی بود در حوزه رسانه این ور اون ور بی این تیم رو زدن و ما باید تا دقیقه 90 از این تیم حمایت میکردیم مرامی دارم این رو عرض می کنم ولی تک, تک این بچه ها افرادی هستن که خب من به مدل رفتاری اینها نقدایی داشتم اما مرامی باید از این تیم حمایت میشد و من امیدوارم که هر آن چیزی که در این جام جهانی برای ما رخ داد ازش عبرت بگیریم درس بگیریم سطح ما رو بالاتر ببره چه به لحاظ رفتاری چه به لحاظ رفتار رسانی و هم چیزهای دیگر نکته ای ندارم اگر احساس که این نکته بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین خاک پای تاکتیک رفقا هستم امیدوارم که حال دل ایرانی ها زودتر خوب خوب بشه خیلی مخلصم خیلی دارم وقتتون